با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستند. در این آخرین روز، یعنی 31 روز از هفتمین ماه در 15 سال از 3 هزاره، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به تلویزیون میهن تلاش میکنن در بالا بردن کیفیت و کمیت برنامه. عرضم به حضور شما که ما امروز هم محروم بودیم از حضور آقای دکتر آلبرت، کارشناسمون در امور خاورمیانه و اسرائیل، و امیدواریم که هفته آینده این نقیصه جبران بشود. اما همونطور که میدونید یه سری مسائل هست، از جمله این که قرار است در همین چند روز آینده در تهران یه مراسمی برگزار بشود تحت عنوان بزرگداشت فیلم های مسعود کیمیایی. چهره مسعود کیمیایی و شخصیتش بر ما آشناست، آگاهیم. رفتار او نشاندهنده مواضع سیاسی اوست که ضد میهن است در حقیقت. بنابراین آقای منفرد‌زاده یه نوار ویدیویی رو تهیه کردن که ما به دفعات اون نوار ویدیو رو برای شما نازنینان پخش کردیم و نظرش رو نسبت به این برنامه گفت. اما قبل از این که کار به اینجا برسد، ما در همین تلویزیون سری مسائلی مطرح شد از طرف آقای حشمت رئیسی پیرامون این که منفرد‌زاده خودش گفته است که چگونه با ساواک همکاری میکرده و اینها، که این در حقیقت آقای منفرد‌زاده رو قدری دلگیر کرد و بعد قرار شدش که ما یه جلسه ای بذاریم و آقای منفرد‌زاده خودشون و آقای رئیسی با هم این مسئله رو حل و فصل کنن، که اون رو هم انجام دادیم. اما برای اینکه واقعا بفهمیم که چه کسانی در کنار ما هستن و چه کسانی بر له ما هستن یا بر علیه ما هستن، چه کسانی له ما و بر علیه ما هستن، من فکر کردم که آقای منفرد‌زاده خواهش کردم که اون نواری رو که در حقیقت ویدیویی رو که آقای رئیسی مدعی است که در اون آقای منفرد‌زاده این حرفا رو زده رو برای ما تهیه کنه و بفرسته، و آقای منفرد‌زاده هم کوشش کرد و اصل نوار ادیت نشده رو در حقیقت، یعنی همونی که واقع شده رو، بدون اینکه رفع و رجوع بشود، نمیدونم قطع و وصل بشه اینا، اصل نوار رو با زحمت فراوان تهیه کرد و برای ما فرستاد. و من فکر کردم این چون نوار چند ساعته است، تیکه هاش رو هر جمعه یه تیکه ای از اون رو برای شما پخش کنم تا اینکه پی ببریم که ماجرا چیست و تفاوتا رو بسنجیم. دیروزم یه نکته ای رو در پایان صحبتایی که با آقای دکتر کوروش عرفانی داشتم بهش اشاره کردم، و اون این که حتی در اون ماجرایی که کامبیز حسینی مردم رو به انتخابات دعوت کرد هم بهش اشاره کرده. مهم نیست که یارو چی میگه، مهم اینه که چگونه عمل میکنه. عمل طرف برای ما بایستی که ملاک باشه. و امروز هم ما با یه سری مسائل دیگه روبرو هستیم، مثل آدم مثل کلانتری که خودش سالها در دو دوره متوالی، یعنی در دوره رفسنجانی و در دوره خاتمی، امور کشت و دام و این صنعت رو در اختیار داشته و در ید خودش داشته، امروز اگه فریاد میزنه که نمیدونم مملکت داره خوش میشه، نمیدونم 5 میلیون آواره میشن، این گناهش گردن امروز نیست، این پایش رو روز اول شیطان بزرگ خمینی ملعون گذاشت در حقیقت، و او بود که با سیاست‌های نادرست و نابخردانش وضعیت رو به اینجا رسوند. اما امروز اینا چرا این حرف رو میزنن؟
به نظر من اینا همه برمیگرده به موضوع انتخابات و اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است. و تو اون ظرف باید اینا رو نگاه کرد، با اون عینک باید به قضیه نگاه کرد، نه باید گول این حرفا رو خورد. اما برگردم به موضوع اصلی و موضوع آقای منفرد‌زاده. من فکر میکنم که خوبه ابتداعا برویم و اون ویدیویی که آقای منفرد‌زاده یه بارم پخش کردی اون رو اول ببینیم و بعد برگردیم در فرصت باقی مانده بپردازیم به این مصاحبه‌ای که آقای منفرد‌زاده انجام داده با آقای علیرضا امیرقاسمی. ببینیم بخش اول. آقای مسعود گیلانی، مسعود جان، میخوام بگم دوستت دارم، به این دلیل میخوام با خودت درد دل کنم. برگردم به سفر سنگ، این داستان هرگز داستان دینی مذهبی نبود. نوشته بهزاد فراهانی سنگ و سرنا نوشته بود که گرایشات چپ هم حتی داشت، یعنی یک نوع فضای چپ بود بر اون نوشته. برها تو دو تا زن توش آوردی، میخواست گیتی باشه، ایبی نداشت، کار تو بود، سلیقه تو بود. سر صحنه اواسط فیلم برداری بود که آقایان فکر محمد علی نجفی بود و آقای بهشتی، اینا آمدن مهمان صحنه بودن، پشت صحنه با شما صحبت کردن. نمیدونم پس از اون صحبت چه گفته شد که شما فصلهای امامزاده و امثال اون رو اضافه کردی به فیلم، چون روی اون تابلوی معروفی که برای هر صحنه فیلم برداری هست نبود این فصل. آقای بهارلو، هوشنگ بهارلو مدیر فیلم برداری نازنین نرد در پاریس هنوز هست و شاهد این ماجرا نبود، ولی خب اتفاق افتاد و حق شما بود که این کار انجام بدی. من نمیگم چرا، من از همونجا قطع همکاری، نه قطع رفاقت، تأکید میکنم قطع همکاری با تو عزیزم، مسعود عزیزم، کردم و شانس ساختن موسیقی داستانی که بسیار دوست میداشتم از خودم گرفتم، چرا که بخش دینی مذهبی اون سلیقه من نبود و من دوست نداشتم، حتی انقلاب نشده بود، یک سال میدون به انقلاب و خود شما بعد از انقلاب گفتید که انقلاب رو پیشبینی کردید. خب بی سلیقه شما، من از اونجا قطع همکاری کردم و این شانس از خودم گرفتم. داستان این که من چرا نمیخوام موسیقی که من شانسشو به من داده بودی، من نوشته بودم و اجرا کرده بودم، ابزاری بشه برای سالن هایی که من نمیپسندم. چرا نمیپسندم رو شرح میدم کوتاه. ردیف اول این سالن ها کسانی خواهند نشست که من با اونها سر تضاد دارم. اونها به نظر من، شاید نه شما، به نظر من سرکوبگر آزادی اندیشه، آزادی دیگر اندیشان در ایران بودن و من فراری از دست این جماعت چجوری میتونم همسو بشم و اینها از کار من در واقع بهره برداری کنن و این خط قرمز من با این جماعت حاکم رو مخدوش کنه و برای جوانها شبهه ایجاد کنه که گویا منو مستبدان یا هواداران مستبد یا احتمالا نظرات شما در یک نوعی گرایش به این یا سازگاری با این نظر اینا مخدوش بشه. اینا فاصله هاییست که بین من و شما و تمام این وضعیت حاکم هست، زمینی که رفاقت من با شما سر جاشه. بنابراین من موافق نیستم. من روزی خوشسند خواهم بود، روزی سربلند خواهم بود که در این نوع سالن ها مادر ستار بهشتی، خانواده نگاه آقا سلطان ها و خانواده و بستگان و ماندگان کشتار تابستان 67 مدفون در خاوران اونجا باشن. این سربلندی منه. روزی که نمایندگان همه احزاب سیاسی مثل آدم هایی مثل زرفشان، آدم هایی مثل رئیس دانرا، مثل رئیس دانشگاه آقای از خاطرم نمیاد، ببخشید، آدم های شریف بسیارانی هستند بودن، آدم هایی مثل تراب سالس، آدم هایی مخالفان انواع احزاب، نمایندگان احزاب تو اون سالن باشن، اونجا برای من سربلندی است، واسه افتخاره که قطعه کوچکی حتی از من اجرا بشه. ولی این میدونم این آزادی بی قید و شرط سیاسی داره همگان در جامعه ایران، یعنی آزادی دگرگونیشان ممکن نیست، تعطیل زندان های سیاسی به عمر من قد نمیده و
به این دلیل این شانس رو برای خودم نمیبینم، ولی اگر اتفاق بیفته یک اتفاق غریبی است که سربلندی من دقایق از اون سالن کارهای من توش اجرا بشه. شما میدونستی خوب که من تمام کارهای موسیقی فیلم هامو بازنویسی کردم و دارم اجرا میکنم، ضبط میکنم، اینها رو میخوام اجرا کنم، اجرای زنده با ارکستر بزرگ در چند نقطه از شهرهای بزرگ اروپا و همینطور اتفاقا برای مخاطبانی که در ایران هستن به فکر اجرای شهری نزدیک به ایران هستم و این کار اگر عمری باشه و شانسی باشه این کار خواهم کرد و بخشی از هنرمندان و منقدان سینمایی که نقش بزرگی در پیشرفت سینما ایران داشتن رو در هر شهری که ممکن باشه دعوت کنم و تقدیم بشه به اونها. امیدوارم که موفق بشن و بدون که من همواره دوستت دارم، امیدوارم این نظرات من مورد سوء استفاده و بهره برداری مخالفان تو قرار نگیره. مخالفان نظرات ایبی نداره مخالفت با تو بکنن، ولی رفاقت سر جاشه، با هیچ چیز عوض نمیشه و این اوج رفاقت و دوست داشتنی که از تو خواهش کردم و میدونم که به خواهش من تمکین میکنی و احترام میگذاری به رفاقت. شب و روز روزگارت خوش مسعود عزیز. خب این بخشی بودش که ما قبلا هم دیده بودیم و پخش کرده بودیم و روی یوتیوب هم قرار دارد. اما بریم سر اصل ماجرا، یعنی اینکه منفردزاده چه گفته است، چه حرفایی زده، آیا اون حرفایی که ما شنیدیم صحت داره یا نداره. این تیکه رو با هم دیگه ببینیم تا اونجایی که فرصت به ما اجازه میده اینو پخش میکنیم. بقیه هاش رو چون گفتم چندین ساعت است، اینه که نمیشه همه رو یه ضرب به نفس پخششون کرد. اجازه بده که اینو در دفعات برات پخش شد. ببینیم بخش اول این برنامه. با کلام و کاتبی شروع کن. اینا همون چیزی که بهت گفتم، یه ویدیوی کاملا ادیت نشده. بریم دیگه. هیچی رو توش دست نبردیم تا اینکه کاملا مشخص باشد که ماجرا چیست. ببینیم دیویدی رو ضبط کنم. خوش آمدید به آنکات بدون سانسور، بدون ریتوش. برمانی که به صفات از شما همچنان داغ و پر سر و صداست و به خصوص این برنامه. من فکر کنم یکی از مصاحبه های هستش که مدت هاست خودم در انتظارش بودم، چون چهره که در مقابلم قرار داره چهره هستش که از دوران نوجوانی یا نمیخوام بگیم کودکی موسیقی رو من دنبال میکردم، علاقه بهش داشتم و کمتر کسی هم بودش که در ایران به خصوص قبل از انقلاب دوست نداشت که خودش رو بگه من این موسیقی رو گوش میکنم و کارهای این هنرمند رو دنبال نمی کنم. همه دوست داشتن که یک شکل و فرمی مد بود حتی که بگن کارهای اسفندیار منفردزاده رو ما گوش میکنیم. متوجه شدید مثلا اون صدای پچ پچی که میومد چی بود، یا شبانه آخر، یا اون جلد
توی 45 دور به چه شکل و فرمی بود. برای خود من هم همچنان این سوال ها هستش و این سوال ها رو هیچ کسی نمیتونه من فکر کنم جواب بده غیر از خود اسفندیار منفردزاده، آهنگسازی که باهاش زندگی کردیم، آهنگ های مختلفی از او شنیدیم و امروز برای اولین بار دعوت ما رو قبول کرده تا با هم آنکات در مقابل دوربین بشینیم و از هم سوال کنیم، حرف بزنیم، گفتگو کنیم و شما هم شاهد اون باشید. مرسی، خوش آمدید به برنامه. ممنون از شما، سپاسگزارم جناب آقای وسیم. واقعا شانس خوبیه برای من این فرصت در این برنامه که میدونم همونطور که گفتید داغ منم هزارگرش بودن، واقعا خیلی خوبه. خوب و بی‌پروایی شما در پرسیدن، بی‌پروایی دوستان در پاسخ گفتن، همه اون چیزی رو که بیننده شنونده های برنامه شما میخوان بدونن شما پاسخ میدید از زبان مسئول. خیلی خوبه، برای من فرصت خوبیه. درود بفرستم به همه بیننده شنونده های برنامه شما و خوشحالم که اینجا هستم تا بتونم صادقانه، چون دروغ موزل بزرگ تاریخی ما بوده، امیدوارم که هر کس هر جایی از گفته های من فکر میکنه که ممکنه دروغ باشه یا ممکنه اشتباه باشه با من میتونه متقابل گفتگو داشته باشه و رابطه داشته باشه از طریق ایمیلی که میتونید به حال اعلام بشه. حتما، خوشحال میشم. ممنون است. مطمئنا هیچ قسمتش دروغ نخواهد بود. دوستان دارم که اول از همه یه بخشی داریم که این بخش میتونه مصاحبه رو کامل کنه، اونم اسم، فامیل، بچه کجا، خواهر، برادر، بعد پدر مادر، شغل پدر به چه صورتی بودش. این لطفاً های ممکنه. اسفندیار منفردزاده، فرزند ابوالقاسم، ممنونم که اسم منو گذاشت اسفندیار، برادرم بهمن فریدون فرزانه، چهار برادر و یک خواهر دارم، با خودم پنج برادر و متولد خیابان ری کوچه دردار شماره 178. یادم نخواهد رفت. از کنم بجیدون که پدرم کارمند راهن بود، پستگراف و پستگراف راهن مرس یاد میداد و معلم راهنی ها بود که میشتستن شما قدیمی ها. و بعد برای تکمیل هزینه زندگی، چون اون موقع رسمی بود که یه نفر کار میکرد 20 نفر میخورن، حالا 20 نفر باید کار کنن یه نفر بخوره، و او پیراهندوزی را انداخت. و یادم نمیره که وقتی که دکتر مصدق، زمان دکتر مصدق، پارچه وطن رو کازرونی اصفهان ساختن و آگهی کردن که از الان پارچه وطن هست و بخرید، پدر من آگهی کرد که پارچه وطن که اون روز برای پیراندوزا کنتوری انگلیسی همین خریدن دو پیران پوشا به اصلا پیران میپوشیدن، آگهی کرد که پیراهن پارچه وطن رو رایگان میدوزه هر کس بیاره. و این کاری بود که من یادم نمیده به قدری شلوغ شد سرش و هر کسی، البته هیچ کس فقط یه پارچه ایرانی نمی بود، همه پارچه کنتوری می‌پوشیدن، انگلیسی، کنتوری انگلیسی خریدن می‌آوردن، سفارش پیرن می‌دادن و پارچه کازینو رو برای حمایت از این پروژه می‌آوردن، چون رایگان دوخته می‌شد. بنابراین هم بیزنسش هم کسبش رونق گرفت. یادم نمیاد بچه بودم من، یه حیاتی رو اجاره کرده بود، چند تا چرخ‌خیاطی و کارگر کار می‌کردن تا اینکه پیراندوزای دیگه آتیش زدن مغازه‌شون. بله، اینکه خب گل کرد و کسبش گرفت و ما طبق معمول چجوری بگم، اینم تو فرهنگمون متاسفانه هست دیگه، کسی از من پرسید تو چی میخوای، من نمیگم به من امکاناتی که علی زامه قاسمی داره بده، ای خدا میگم ای خدا یه کار کنی امکانات از دست بره. ولی این بود عکس العمل اون جامعه اون روز که فکر من بخشش مونده تو ماها دیگه، وقتی این فرهنگ ریشه داره ایناست. آره، این پدر زحمت کشید و در واقع یک تنه هزینه زندگی 7-8 نفر رو داد، ولی به هر حال تو انقلاب فوت کرد، از دنیا رفت. و برای دیدینشون وقتی داشت فوت دیگه من خبر نداشتم، بعد از انقلاب که من اومدم بیرون به منم نگفتن. چند سال، 2 سال گذشت تا از جهان رفت و به من دیر گفتن. خب من اهل مرثیه خانی هم نبودم، تولدش هم راستش یادم نبود، اینقدر بی توجه به تولد بودیم ما، چون نسلی بودیم که به دلیل فرهنگی سال مرگ و همش توجه داشتیم. جشن تولد نسلهای بعده که مد میشه توش و حال کار میشه روش و عادت شاید بشه، ولی همواره وقتی یکی از دنیا میره باز سال مرگشون
دیدم امیدوارم یه روزی جمع بشه. جمع بشه. سلام علیکم. آقای مفضل، خانواده خواهر برادرها همه ایران هستن؟ یک خواهرم کاناداست. برادرای دیگه یکی پارسازی شده است در خانه نشسته، دو تا دیگه کار سنگین، یکیش کار سنگین میکنه، تاکسیرانی میکنه که زندگیش به چرخه، یکی دیگه زندان بوده، 8 سال زندان بوده، شکنجه شده، روانی شده، در اصفهان زندگی میکنه، یکی دیگه همین الان زندانه. بله، چون در یه درگیری که قتل غیر عمد بوده درگیر شده و اون اولیای دم میگن که باید رضایت بدن تا اون بیاد بیرون، مثل که دولت باش کاری نداره، ولی اولیای دم از اونجا هم که اولیای دم نام منفردزاده ممکن نام آشنایی باشه براشون، فکر کنن یه میلیاردر بزرگی که الان پول کلانی هم داره، ازش رقمایی خواسته که خنده‌دار بوده برای من البته که رضایت بده. حالا اون تو مونده زندگی میکنه. خود شما همسر؟ من همسر از همسر سابق مادر بچه‌ام الان 8 سالی هست جدا شدم، ایشون در ایران زندگی میکنه، خب خوشبختانه و اوکی وضعش درسته، بچه هم اینجا هستن در جنوب کالیفرنیا. چند تا؟ دو تا دختر دارم در جنوب کالیفرنیا که یه نوه دارم 2 سالشه، همین پریروز چند روز پیش در حال تولدش بود. خودم در سوئد یه همسری دارم که اونجا باز یه دختری دارم و یه پسر، پسرم 30 سالشه، دختری دیگه هم 20 سالشه. 8 سال جدا شدیم وقت گفتیم پسرتون 30 سالشه بود. پسرم 30 سالشه در استکهلم. از همسر قبلیتون؟ نه از پسر همسر. خب پسر همسر هست که بسیار آرامش دارم در کنارش در استکهلم. بسیار دخترم همینجور. خب ببخشید بریم سراغ اسفندیار منفردزاده. اسم اسفندیار منفردزاده یه جوری اسم خطرناکیه، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. این دلش چی بوده؟ دیگه گفت یکی چهارشنبه پول پیدا میکنه یکی گم میکنه، هرکی با من مخالف خطرناک میبینه احتمالا و از دور، هرکی هم موافقه برعکس. بنابراین شاید اشکال از عدم ارتباط باشه، عدم شناخت، که من باز اینجا میتونم خورده بگیرم به رسانه ها و امیر قاسمی عزیز، رسانه هایی که میتونستن کوتاهی نکرده باشن، اما این اولین فرصتیست که من دارم و شما بنده که باز بشه که من کیم چیم. اگه وحشتی هست باید مواظب باشم. وحشتی هستی که قبل از انقلاب آهنگ هایی که اسفندیار منفردزاده میساخته یا اصلا دوران کاری میگفتن طرف سرش درد میکرده واسه این کار، میگن اسفندیار منفردزاده هم جز اون گروهه که یا سرش درد میکرده یا یه چیز دیگه میگفتن. یادم میاد بچه‌ای که بودیم پدرم میگفت طرف کلش بوی قرمه سبزی میداد، هیچ وقت متوجه نمیشدن داستان قرمه سبزی چیه، ولی مطمئنا کسی که کلش به قرمه سبزی میده میتونه امروز بابا بگه معنیش یعنی چی. و بعدم بعد از انقلاب هم خب ما گفتیم خب حتما یه اسفندیار منفردزاده الان در مستر کار میشینه، چون به هر صورت یه جورایی قرمه سبزی و جوری قرمه الان دیگه مثل اینکه اونایی که کلشون به قرمه سبزی میده الان دیگه کارشون درسته و نوبت شده. چقدر جالب. آره واقعا اینطوری هست. از اینجا شروع کنم که اون قرمه سبزی در واقع من میتونم معنیش کنم، یعنی هر کی بیشتر کلش به قرمه سبزی میداد بیشتر به طرف خردگرایی میرفته. من اینجوری معنیش میکنم. یعنی بهش میگفتن که به هر حال با راجب معقولات آقا صحبت نکنی، خب اینا معقولات بود، یعنی عقل بود، یعنی خرد بود. بو قرمه سبزی خب مثل خلاف جریان آب شنا کردن بود. همین اتفاقا همین قصدم هیچ واقعا توهین به هیچ کس نیست، اما ما نظام وضعیتی که توش زندگی کردیم، باز یه نفر رو من اصلا مقصر نمیدونم، یه شخص رئیس ما میگه نه، ما یه فرهنگی داشتیم که حاصلش این بوده که ما تاب نگاه مخالف هم دیگر رو نداشتیم هیچ وقت، که این بیماری با ما هنوز هست. ما نقد نشده، این جامعه نقد نشده هستیم، چون نقد نمی کنیم هم دیگر رو، عوارض بدی، عوارض جانبی بدی همواره با جامعه و فرهنگ جامعه ما بوده، که در زمینه هنر هنرمندان میبینیم صحبتش بود که با هم روبرو خوشند و خوب، چون جرأت نقد کردن یا عادت نقد کردن نبوده، به محض اینکه من اونجا رو ترک میکنم پشت سر من، یا من مثال خودم میزنم، شروع میکنن به نقد کردن در واقع، ولی اسمش میشه بدگویی، در صورتی که میتونستن همون رو جلوی اون هنرمند بگن که اسمش هم بدگویی نباشه. بنابراین شما، من اگر یه جایی از شما نقد کنم، خب
دیدن ما دوستیم با هم، فردا میگن چی شده اینا با هم دعواشون شده. عادت نیست که نقد بشیم، من خودم عادت نکردم، ای کاش این عادت میشد که ما اقلا از این راه توقع داشته باشیم که دولتمون رو هم نقد کنیم، حکومتمون رو هم نقد کنیم. چون ما خودمون نقد دوست نداشتیم، جامعه نقد نشده، حکومتش هم نقد نمی‌کنه. یکم که میره نقد کنه میگن آقا سرش به قرمه سبزی میده، چیکار داری آقا دم شیر بازی نکن باشه. و و چیزایی که به هر حال مردم رو از حکومت کردن جدا میکنه. برای همین در طول تاریخ حکومت‌های ما روبروی مردم ما بودن، حکومت‌ها از مردم نبودن، حکومت‌ها منتخب مردم نبودن، با مردم نبودن، بر مردم بودن. این باعث میشه که هر کاری رو بیهوده، این کار دولت مردم، حکومت مردمان، اینجوری روبروی هم، یعنی جدال دائمی بوده و حکومت ها هم همیشه به زور به قدرت رسیدن، یعنی انتخاب نبود. خب این چیکارش باید کرد؟ از کجا؟ یه جایی باید شروع بشه. یه جایی که من فکر میکنم کلیدش دست این نسل و نسل‌های فرداست که آزادی فقط و فقط آزادی سیاسی دیگه، که کسی نره زندان. ولی مخالفت شما میکردیم دیگه با سیستم قبل؟ نمیکردیم. اگه میتونستیم مخالفت کنیم میکردی. اگه میتونستیم مخالفت کنیم اصلا دیگه ترانه به اصطلاح بگیم معترض معنا نداره دیگه. شما در فرانسه ترانه معترض کاری نمی کنیم، اصلا مطرح نیست اصلا. ممکنه یکی یه ترانه مارکسیستی هم درست بکنه ولی حرف سیاسیش میتونه حزبش میزنه، یه فیلم سیاسی هم درست میکنه ولی این ممنوع نیست دلش خواسته. نه چون حزب نداره نمیتونه تو روزنامش حرف مارکسیستی بزنه، تو حرف سیاسی بزنه، پس حالا میره یواشکی. اون وقت اینجاست که همون تمثیلای قلابی به کار گرفته میشه، این یعنی آن و پیشفشار و این چیزایی که به هر حال توی جامعه ما بوده و هست. این یعنی آن معنی نداره. این به نظر من که خود خنده داره. ببینم رسیدم به اونجایی که می‌خواستی یعنی شما؟ نه به صورت، ولی حالا باز دوباره می‌رسیم، باز می‌رسیم. میره سراغ این قسمت. اول از همه که شما چطوری وارد کار موسیقی شدید؟ برمیگره به شاید واقعا 10-11 سالگی که با کیمیایی بچه محل بودیم و دوست و خب ساز زدنم توی خونه، توی خونه خودمون. پدرم تنبک داشت و جلسات ماهانه، دوره‌های هفتگی ماهانه داشتن که با دوستاش میومدن میشستن. یک کسی بود ویولون میزد، یک کسی تار و پدرم تنبک، ستایی. وقتی میرفتن توی اتاق درم میبستن، من کنجکاو بودم که اینا چیکار میکنن. خب صدای موسیقی میومد، سوراخی پرده رو درست کردم با یه نخ میکشتم تماشا میکردم. هم مشروب خوردنشون دیدم، همین که ساز زدنشون. خب این ساز وقتی که اینا کارشون تموم شد و میرفتن و دوستای ماهی دیگه بیان، این ساز میرفت تو صندوق خونه ای داشتیم زیر پله ها تو خونم، این بود تا ماهی دیگه. ولی خب من میرفتم زیر پله ها، درم میبستم، موقعی که ایشکی خونه نبود یا مادرم تنها بود، اون تنبک رو تو تاریکی تمرین میکردم. این شروع کنجکاوی من برای موسیقی بود که من فکر کنم هر انسانی سراغ موسیقی رفته بدون استثنا، متا شانس باید میداشته، شرایط اوضاع راهش بده بره جلوتر یا استاد خوب و غیره. من در واقع در اون سنین پایین اتفاقا با کیمیایی همینجور بودم، سنتور رو با هم زدیم از 12-13-14 سالگی. ارکستر مدرسه دبیرستان کار کردیم، سال اول دبیرستان ارکستر داشتیم و برای برنامه‌های دبیرستان که برنامه قید حرفه‌ای در واقع میشد گفت بود، می‌زدیم که تمام برنامه‌های سیاسی بعد از انقلاب مثل برنامه دبیرستان حرفه‌ای برنامه اجرا می‌کردیم به سالهای بالاتر دبیرستان. و بعد برنامه صبحی، این یادگیری من در واقع عملی بود، با گروهی که کار کردیم ساز زدیم و تمام سازنم ما توی استراحت دست می‌زدم بهش، فضولم بودم. خب رولای خالقی معلم اول من بود و از طریق اون نظری به موسیقی و ادامه یاد گرفتن اون چیزهایی که لازم داشتم و در واقع برنامه صبحی، شروع برنامه رادیویی 16 سالم بود، برنامه صبحی با جمال وفایی آمد خوند. اولین آهنگایی که ساختیم بسیار ابتدایی بود ولی خب مال 16 سالگی بود. و چی بود مثلا؟ یادم نیست اصلا، جمال وفایی خودش یادشه میخوند او و من ساز میزدم و بچه های دیگه دو سه نفرم نوازنده دیگه بود که برنامه زنده اجرا میکنیم تو سالن استودیو شماره 8 رادیو ایران، برنامه صبحی روزای جمعه. خانم رهبری هم گوینده برنامه بود و بعد از اونم ارکستر جوانان و آقای شاروخ نادری حجاز تندرست باشه اون من رو معرفی کرد به ارکستر جوانان که بعد شد ارکستر دانشجویان دانشگاه. ارکستر جوانان برای اونجا آهنگسازی کردم، اون نوتنسی های ارکستر کردم، تنظیم ارکستر کردم و بعد ارکستر دانشجویان دانشگاه شد اسمش رو، رفتیم در دانشگاه
جشنهای افتتاح و اختتام دانشگاه هر سال برنامه هایی بود که وزرا و شاه و ملکه و همه میمدن برای افتتاح دانشگاه و برنامه اجرا میشد اونجا تو تالار فردوسی دانشگاه ادبیات که من اونجا ارکستر رهبری میکردم و دکتر نارون بود که قطعاتی نوشت برای فتح بابل، قطعاتی بود بعد است تکیه بر منشور کوروش و چیزای جالبی بود. به هر حال دوره جوونی ما بود تا 25 سالگی که با موسیقی سینما من کارهای رادیو تلویزیون در واقع گذاشتم کنار و موسیقی سینما شروع کردم. چه کاری؟ فیلم بیگانه بیا باز با کیمیایی بهروز اصولی فرخ ساجدی، فیلمی بود فارسی ولی هرگز ایرانی نبود و این نقد خوبی شد در نمایش فیلم که من و کیمیایی در سالن سینما دیدیم، چون هیچ کس که ما را نمیشناخت. روز اول نمایش فیلم مردم با عکس العمل بعدشون به فیلم هشداری بود که این فیلم ایرانی نبود، ولی که حتی تشییع جنازه اون فیلم من یادم نمیاد اروپایی بود، چون فرمال فرم بود دیگه کیمیایی رو گرفته بود. و اونجا خیلی اون بگم هشدار خوبی بود به کیمیایی و من. موسیقی اون فیلم هیچ کس نمیتونست و شاید نفهمید که من ساختم، چون تمام تلاش همین بود که مثل موسیقی اروپایی باشه و فیلم همینجور، روابط همینجور ایرانی نبود. یه عشق مثلثی، حالا دوستی هم گفت سنگام، واقعا چیزی عشق مثلث داستان کهنه تکراری بله شاید طول تاریخ بوده همه فن باشه. این داستان اون وقت معماری اون خونه مجللی که توش اینا زندگی میکردن، نوع زندگی ایرانی نبود، یه زندگی یه ثروتمندی استثنایی بود، ولی خب چون لوکیشن تمیز بود، شیک بود، اروپایی بود، خب اینا اونجا کار شد. سابرینا سنگام بله، اونا لوکیشن های فیلم سنگام روستایی بود پیش بله. سابرینا بود بیشتر اینه که این نقد فیلم نبود که منقد بکنه، اتفاقا بیننده، یعنی اون نهایت کار من اونه که باید بگه آره یا نه. اون نهی چنان نهی گفت به قول معروف تو دهنی بگیم، تو صورت چک خوردیم هر دومون و من همینجور اومدیم که بعد اون حاصلش میشه قیصر، یک داستان کاملا ایرانی، تو سنت ایرانی، پر از سنت ها که انقدر زیاده که دیگه خفه میشدم، ولی واقعا زیبا، همیشه یکی از بهترین فیلم هاست. بگذاریم که میتونم با چیزایش مخالف هاشم امروز، ولی موسیقی من کاملا ایرانی، تمپر شده، دستگاه ایرانی، همایون رو زدم، دشتی رو زدم، بدون که اون ربع پرده ای که مزاحم است تو موسیقی ایرانی، اون جرأت رو من کردم. اون موقع هیچ کس که نرو الله خالقی این کار کرده بود، میگم شاگردش بودم، تنبک زورخونه رو آوردم توی موسیقی ایران برای اولین بار. و این موسیقی به دلیل اینکه بیننده حالا دیگه فهمید اصلا جنس خود، یعنی میشناختش، تو دستگاه همایون بود و موسیقی ایرانی که میگفتن که خاصیت دراماتیک نداره، من ازش این خاصیت رو گرفتم و موفق شدم. و در واقع رایگان همین کار کردم، خوبه که اینجا بگم دستموزی برای این کار من نگرفتم. بله بله، اصلا دستموز که تازه بعد از اون یادمه، بعد از اون فیلم رضا موتوری بود که ما از من پرسید علی عباسی نجاس تندرست باشه، من نمی‌دونستم چقدر دستموز باشه، یعنی چی نمی‌دونستم چقدر بگم، با کیمیایی بس چی بگیم. اون فکر میکرد که ما داریم ناز میکنیم، هی میگو آقا بیاییم قراردادتون رو ببندیم، فکر میکرد ممکن بریم جای دیگه قرار ببندیم، چی بریم بگیم، نمیدونستیم واقعا، هیچ معیاری نداشتیم برای دستموز، برای کیمیایی بابت کارگردانیش که نه کیمیایی هم نگرفت، برای فیلم قیصر نخه جدا بله، کیمیایی هم فقط یادم عباس شواویز باز حجر از تندرست باشه گاهی باش صحبت میکنم کرجه، میگفت ماهیانه پولی میداد مسعود بتونه زندگیشو بچرخونه تو کار کنه، مثلا 500 تومن، نه دستمزد، نه هیچ کدوم، من که اصلا قرار نبود پول بگیرم هیچ. پس یعنی کیمیایی برای فیلم قیصر هیچ دستمزدی نگرفت، اسفندیار منفردزاده برای آهنگ‌های برای موسیقی متن قیصر پولی نگرفت، هیچ دستمزدی، فقط دستمزد نوازنده‌ها رو عباس شاهویز داد حدود 9000 تومن شده روز. آره این نه پولی نگرفتم. و بعد برای فیلم بعدی اولی دستمزد بالاخره حقوق کارمند بود 1000 تومان، ما گفتیم خب 20000 تومان ما میدیم، که بعد شد 25 تا 30 40 رفت بالا، ولی باز برای پول هیچ وقت کار نکردم، اینو مطمئنم که عشق من بود فقط، یعنی دوست نداشتم. سالی حداقل 3 یا 4 تا فیلم دست کم، حالا 10 تا میشد میدیدم، اینا رو اونایی که تو سینما هستن میدونن یا بودن قدیمی‌ها میدونن، اول فیلمو میدیدم بعد میگفتم کار میکنم یا نه، بدون یعنی حداقل 4-5 فیلم در سال من میدیدم که کار نمیکردم،
یکی دوتاش کار میکردن و طوری شد که توی سلف بعدن تقریبا گفتن آقا این نمیشه تا این کار میگه نه یه جوری میپیچه همه لطمه میشه برای فیلم برای پخش شهرستان ها پچ پچه میفتاد که فلانی کار نکرده. خب بعدن قرار گذاشته بودن چند تا فیلم یه دو سالی هم اقلا دو سه سال ده شب به بعد استودیو که تعطیل میشد میرفتیم فیلم رو میدیم. گفتم من به کسی نمیگم شما هم نگید کاری نداشتیم که اون اونجوری درست بود فیلم رو میدیم. خب گفتم حالا نه اینکه من بگم فیلم ها بد بود من کار نمیکنم نمیخوام ارزیابیش رو بگم حرفم این بود که روی من وقتی اثر نمیذاره من چجوری کار کنم اصلا نمیتونستم فکر کنم من باید با اون فیلم پیوند برقرار میکردم رفت پیدا من روی ترانه هم همین کار کردم اگر ارتباطی نباشه من چی کار بکنم به هوا فکر کنم اون فیلم با من وقتی کار نمیکنه من نمیتونم کار کنم. سر ترانه هم اتفاقا حالا پیش اومد همینجا بگم چون خلاصه تر میشه گفتش تمام ترانه هایی که من کار کردم یعنی اشعاری که برای ترانه ها من درست کردم موسیقی ساختم روش بدون استثناء من انتخاب کردم یعنی اول شعر رو انتخاب کردم از میان اشعار شهریار عزیز ایرج عزیز نه اینکه من آهنگ بسازم روش شعر بگم یا اون شعر به دست خواننده بگم من به قول معروف پروسه تولید اون روند تولید ترانه از شعر برای شما شروع میشد من شروع میکردم آها شعر رو متاثر میشدم ازش روش کار میکردم صدا میکردم ساز منم فرهاد بود برای خوندن و هرگز فکر نمیکردم یا آهنگ بسازم برای مثلا ویگن بعد بدم مهستی من دیدم دوستان من این کارا رو میکردن و تعجبم میکردم من فکرم اینجوری نبود حالا میرسیم به اون قسمت بریم سراغ باز دوباره 1357 اولین که اسفندیار منفردزاده رو خیلی آدم انقلابی میدیدن یا آدم میدونه که انقلابیه بعضی به عنوان یک چپگرا میشناختنش بعضی میگفتن که دیده اسفند مخالف رژیم سلطنته حالا معلوم نیست چه دیدی داره و همش درست بود بله. خود میگیش اول چپگرایی یا مخالف رژیم اینجوری بگم بهتره ببینید ما دوران خوش اختناق زندگی کردیم من نسل من دوران خوش اختناق یعنی کسی ممکن بیننده شما شدنده بیننده تعجب کنه دوران خوش. اختناق بله دوران خوش اختناق یعنی دو واژه متضاد در ظاهر ولی واقعا اینطوری بود نسل من نسلی بود که دوران خوش اختناق زندگی کرد یعنی چی یعنی ما تمام آزادی های سیاسی ببخشید تمام آزادی های اجتماعی رو بدون استثناء داشتیم قبل از انقلاب تنها آزادی سیاسی بود که نداشتیم اونم برای مخالف مثل من موافقان حکومت که آزادی سیاسی هم داشتن پس ما وقتی تو انقلاب قبلش حنجره پاره میکنیم که آزادی این معنی داره یعنی ما آزادی سیاسی میخواییم این نبود یعنی مخالفان آزادی سیاسی میخواد یعنی چی آزادی سیاسی برای مخالف یعنی تعطیل زندان اوین به صورت سمبولیک که اتفاق نیفتاده هنوز بنابراین من اون نظام رو که هیچ کاری به دیگر شؤونات زندگی جامعه نداشت گفتم دوران خوش به پوشش شما کاری نبود به بینش شما حتی تا بیان نشده کاری نداشت اگه مخالفت نمی کردی کاری نداشت موافقت می کردی لذت می برد بعد نوع زندگیت کجا زندگی کنی چی مسجد بری نری حجاب انتخابش با خودت بود بودن روبنده و پیچه و همه چی شما حتما شاهد بودید همه جور لباس هر کی آزاد بود بپوشه از مینی جوب دامن کوتاه که مد شد پای لخت کنارش واقعا حالا عکس ممکنه باشه که زنی با چادر روش هم بسته هر دوش موجه بود تو اون مجموعه خب ناهنجاری میشد دیدشه از دیده من ناهنجاری بود ولی ما نمیخواستیم به همش بزنیم که بدتر بشه که واسه به همش بزنیم درستتر بشه ولی نسل ما با عرض معذرت نسل ما گناهکار رو نسل شما میدونه و میگه که خب آقای منفردزاده و هم دوستان او اومدن آهنگ‌های رو خوندن مثل شبانه مثل جمعه برای جمعه یا جمعه سیاه حالا هر اسمی می‌خوام بزنیم روش همون جمعه یا شبانه آخر همه اینها آهنگ‌های بود و کارهای بود
که داشت مردم رو آماده میکرد که آقا الان وقت انقلابه، وقت هیاهو، صدای مسلسل توی آهنگ، و بعدش یادم یه دو تا میکس به وجود اومدش دیگه، اول یه جمعه بود بعد یه جمعه با صدای مسلسل رو بیرون اومدش، سنگ بوده همون، حالا ملت احساس بگیرن خب. مثل آره دیگه اون حالت بودش، بعد حالا میپرسیم چطور دقیقه شده و بعد اینکه بالاخره ما که تو خیابون نبودیم نه. یعنی اون روز معروف 17 شهریور نمیدونم چند دومه شهریور بعد 17 شهریور ما ضبط کردیم، اون ما تو خیابون نبودیم، سن ما هم به خیابون قد نمیده که برد. سن 13 ساله و 14 ساله تو خیابون باشه برد. پس اون 1,000,000 نفر که تو خیابون قدم زدن مطمئنا اسفندیار و منفرد زاده و اون گروه ها توش بودن 100%. آیا درست بود؟ بله درست بود، خواستش من گفتم که آزادی سیاسی بود، چرا نشد میشه بس کرد، ولی اینجا که گفتید جالبه که گفتید این ترانه ها اثر گذاشت. بذارید من از اینجا شروع کنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبتکر این فکر بود که روشن فکران این حکومت رو آوردن. بله شما همه من میگم وزارت اطلاعات، شما این وزارت رو چه نادید میگیرید؟ ببینید از بعد از انقلاب بلافاصله همه گفتن آقا این روشن فکر این حکومت رو آوردن. درسته، همین الان هم تلویزیون هایی هستن که همینجوری میگن که آقا این روشن فکر حالا با زبان ما هم همینو شنیدی، شما شنیدی، همه هم شنیدی. حالا بعد نیست موضوع جالبی که یه خود توجه میخواد که منم اگه جزء روشنفکر باشم، فرض کنید من قرار نیست از روشنفکر دفاع کنم، اما در این مورد از کارهایی که کردم به ناگزیر توضیح میدم و دفاع میکنم که نقشش چی بوده. فوری اولین پرسش باید برای کسی که میشنه بگه روشنفکری ایران از چه رسانه‌ای، از چه طریقی، از چه مدیایی، کدام، چگونه با این توده‌ای که اومد تو خیابون تماس داشت؟ رو میتونی بگی؟ نه. خب چرا قبول کردی؟ چون ما سنمون کم بود، شما رفتین انقلاب کردین. نه الان نه ما رفتیم تو انقلاب، برای که انقلاب زمینه های دیگه داشت. حالا بعد به عرض میرسنم، ببین نسلی که اینو میشنوه، نسل بعد یعنی شما، بله. میشنوید که روشن فکران انقلاب کردن، بله. بعضی هم بگم حالا فلانی ببخشید اینا آورد، اینا رو آوردن، که من همیشه گفتم من اگه میتونستم کسی رو ببرم خودم چرا نبردم، داستانی. ولی شنونده این موضوع که آقا اینا انقلاب کردن، روشن فکران انقلاب کردن، یعنی برو تاریک اندیش باش آقا، این باب دندون وزارت اطلاعات و اون هنوز داره دامن میزنه. به نظر من میتونه اشتباه باشه، میتونم بشنوم گفتگو کنم با هر کسی مدافع این طرح وزارت اطلاعات، یعنی میگه نیست، یه اطلاعاتی بگه این پروژه ما نیست، اما افتاده دهن خیلیا و 30 ساله داره کار میکنه برای دوام این نظام متاسفانه. ولی این نبوده، روشنفکری ایران از کتابهایی که بوده، جنگی که بوده، سالنامه و فصلنامه‌ای که بوده، نگاه کنید این مجموعه را نگاه کنید، اگه بیاییم بررسیش کنیم میبینید که با توده ایرانی، اون مردمان ایرانی که اومدن انقلاب کردن کجا ارتباط داشت؟ یک کدومشون نمیتونن خونده باشن. اگر سپهری رو بعد از انقلاب یاد دوست دارن داستان دیگریست. شاملو شعر گفت، من ترانه کردم شعر اون رو، یا شعر ایرج یا شعر شهریار رو، اینها علی 100 برابر اونم شعر بگید ای تو رسید انقلاب کنید، مگه ترانه میتونه انقلاب کنه؟ اینه داستان، این یعنی فرار از حقیقت. یعنی باز برمیگردم حرفی نزدیم راجب این دروغ که تاریخ ما رو واقعا نابود کرده. کوروش گفت در سنگ نوشته ها هست که دعاش این بود که این سرزمین رو از جنگ، قحطی که محصول جنگه و دروغ نجات بده، دعا کرد. و ما میبینیم جنگ خب خرابی داره، کشتار داره، ترمیم میشه، تولد است، قحطی که متعاقب جنگ میاد ترمیم میشه، چند سالی درست میشه شده، اما این دروغ همواره بوده، هیچ وقت قطع نشده تا همین الان. دروغ ما رو نابود کرده و نابودتر از این میکنه. اینجاست که من افتخار میکنم که زندگی راست کردم، و هر کس زندگی دروغ کرده، دروغ برای همیشه دوام نداره، زمان صافش میکنه. همین دروغی که الان 30 سال جا افتاده، روشنفکرها اینا رو آورده، هم چیز نیست. هیچ کدوم حتی بپرسید ازشون روشنفکر قبول نشد. از روز اول من 6 ماه بعد از انقلاب اومدم بیرون از ایران، اگه بقالی هم داشتم سرقفلیمون نمیتونستم به آسونی بذارم بیام بیرون. من اومدم بیرون عکاسی، نجاری، لوله کشی، همه کار کردم، هیچ وحشتی هم نداشتم، همین کارم بلدم. بنابراین یادم عکاسی رو گفتم، آره هیچ اون که خوبش بود عکاسی، من لوله کشی، موزاییک کاری، همه کار، سیم کشی. میخوام اینو بگم، این حالا مسئله نیست، یکی هم ممکنه نتونه، ولی میخوام بگم که اگر من
این نظام رو میخواستم بیارم، خب وای میشدم. اتفاقا نامه‌های کتبی هم دارم از وزیری که چند وقت پیش از دکتر رفت، این آقای برجاوند. اولین جلسه که گذاشتن توی فروردین 58 این میدان شهیاد قرار بود بشه موزه آزادی، آقای باستانی پاریزی، آقای نعمت آذر فرانسه هستن ایشون، کامران شیرده، مرتضی ممیز، باستانی پاریزی هست کردم و من و جمعا 9 نفر بودیم دعوت شدیم که اینجا یه پروژه‌ای بود به نام موزه آزادی. از این زیباتر طرح نمیشد که اونجا فکری بکنیم، برنامه بسیم که اینجور میانو میرن، چون امکانات فنی فراوان داشت، همه جور میشد کار کرد که یه نفر میره اون تو میاد بیرون، بدونه در این طول تاریخ، درازای تاریخ برای آزادی چه کسانی مبارزه کردن. چون همیشه آزادی مسئله بوده و هست، تا روزی که زندان تو ایران هست، زندان سیاسی، آزادی معنی مسخره است. میشه آزادی مشروط، آزادی تفکر من. فرض کنیم من آرمانم سوسیالیسم باشه و من سوسیالیسم بره در کار بگیرم، شمایی که آرمان سوسیالیسم نیست میخوای مخالفت کنی، من بنظرم زندان. میشه فرقی میکنه با امروز؟ همونه، باز با قبل از انقلاب فرق نمیکنه، همونه. ولی تو کشورهای سوسیالیسم هم کار میکنن دیگه. خب متاسف من همین عرض میکنم، برای همین من شما گفتی میگن کمونیسته چیه، من میگم من یه آزادی خواهم و بس، هیچ چی دیگه نه. من آزادی امروز، آزادی حزب الله رو ازش میخوام دفاع کنم. یعنی هر تغییری اتفاق میفته، اگر ما حزب الله آزاد نباشه، آزادی سیاسی که نشریهش در رادیو تلویزیونش داشته باشه، حرفش بزنه، اون جامعه آزاد نیست. بعضی میگن حزب الله فاشیسته، میگن فاشیست باید آزاد باشه، آزادی سیاسی حرف بزن. شما بزنید تو سر من که اون آزادی، اون کار سیاسی نیست. من حتی خردگیری کردم، دوستان خیلی قبول ندارن، قبل از انقلاب ترور تیمسار فرسیو، زدن بانک صادرات، اینا کاری بود که سازمانی بود که من سمپاتی داشتم بهش، اینا به عنوان کار سیاسی ارزیابی شد و همواره میشه، که من میگم اینها عکس العمل سیاسی بود. اگر قبل از انقلاب احزاب سیاسی، مطبوعات سیاسی، ارگانهاش آزاد بود، یک نفر یک گروله که هیچ پس گردنی به یک تیمسار یا بانک نمیرفت، یه دلار یا یه تومن ازش برمیداشت، این جرم دزدی، اون قتله. بعد بره محاکمش، از سیاسی نیست کار. میگه من میخوام برای کار سیاسی، این که سیاسی نیست که، کار سیاسی اینه که حرف بزنی، تظاهرات کنی، روزنامه بنویسی، حرف تو بزنی. پذیرفتن مردم با تو هستن، نپذیرفتن نیستن. شما کار سیاسی نیست. بنابراین من امروز از حق حزب الله در فردای ایران امروز باید دفاع کنم، که فردا اون حرفای معروف درخت‌ها و اعدام و اینا این بیاد بیرون. چون اگه بخواد مملکت درست شه، یکم دروغ باید برچیده بشه، صادقانه هر کس بگه، دلیل نداره من این عقیده رو دارم چیز دیگه‌ای بگم. از وحشتی که من دروغ میگم دیگه، تغییر در اسلام هست. بله. توجیه میکنه من، چون من در خطرم بگم کمونیست نیستم، سوسیالیسم قبول ندارم، خب چرا من دارم؟ یک نفرم فقط، طوری نمیشه. همه جامعه ایران مسلمان، هیچ عیبی نداره. منو یک نفر، من حق داشته باشم میگم فقط. از روزی که من اسلحه دست بگیرم بگم باید همه بگید سوسیالیسم، اون موقع من قاتلم، اون موقع من متجاوزم، اون موقع من مستبدم. به این دلیل من چون خودم آزادی خواه ارزیابی میکنم، تمام اون چیزهایی که بزنید براتون بگم، من ساواکی شده بودم، کمونیست شده بودم، حزب اللهی شده بودم، اطلاعاتی بعد از انقلاب دیگه، همه چی. یعنی مرغمی که چرا رد کردین کار همین میدان شهیاد یا میدان آزادی؟ اونجا جلسه، همون جلسه اول رفتیم، همه امکانات رو دیدیم، امکانات فنی رو، خیلی هم خوب که من تا اون روز ندیده بودم. یادش بخیر آقای باستانی پاریزی گفت آقا این آدم تحت شعاع قرار میگیره، میخواد باور کنه، برای اینکه کار شده بود روش در تبلیغ وضعیت قبل از انقلاب. البته ولی همه اونا به آسونی میتونست تبدیل بشه به حمایت از انسان و حق انسان و چه و چه، و اینکه کی برای آزادی تو تاریخ شروع کرده. من به قول معروف بعد از اینکه دیدیم و نشستیم نهار خوردیم، بعد از نهار جلسه ادامه کرد، من دیدم که الان باید حرف آخر رو به قول معروف اول زدم، جنگ اول به تا صلح آخره. همونطور که از شما اجازه گرفتم که این کاری که میکنی که گفتید آن کاتو به حال من لذت میبرم، نسخه ای به من داشته باشم و حقی داشته باشم چون شما بماند، من اونجا گفتم مزدک اولین کسی بود که به نظر این کار کرده، برای آزادی دفاع کرده. خب دوستان جمع شدن یه خوده، خب همه میدونن مزدک کیه. یه سکوت کمی شد که من معنیشم میفهمیدم، مخالفت شد باش،
میانگین رأی که ما داشتیم، من دیدم که هر جوری برم من جلو تو این میتینگ تو این جلسه این کار ادامه پیدا کنه، حد اکثر من 4 تا رأی میتونم بیارم، حد اکثر 5 رأی مخالف با ما بود. و اونجا گفتم اگه مزدک شروع نکنیم ما حس کنیم، گفت خب میذاریم بعدن و چه و چه. گفتم ما به خودسانسوری عادت کردیم. یکی گفت بیرون الان صدای فلان هست. گفتم آره، ولی ما میخوایم از آزادی حرف بزنیم. مزدک از آزادی گفته. خب سخت بود اون دورانی که وقتی الله اکبر دارن میگن هنوز بیرون، بیا دیگه مزدک گفت داری میگی، ولی اون موقع خطر نداشت. من گفتم و اون جلسه یادمه که کامران چیدر گفت حالا شاید درست نباشه، هر کی به نیتی اومده بود اونجا. من دیدم که منم که اومدم برای آزادی، نه من تنها، کمتر آدم این تو اون جلسه برای آزادی اومده بود، بیشتر برای گرفتن حالا موقعیت چی و چی. منم شانس داشتم که برم مقامی بگیرم، پستی بگیرم بعد از انقلابم که توقع خیلی‌ها بوده. میشد رفت، ولی همونجا من گفتم نه. البته اونجا 5 سال 4 سال بعد گفتم سر سفره خونی سخت نشستم. من فقط آزادی باشه با سر برمیگردم به ایران و حرف سیاسی هم دیگه نمیزنم. یعنی آزادی سیاسی در ایران باشه، من اون موقع است که میرم فقط کار موسیقی میکنم، اگر عمری باشه. اگر نه، تا روزی که آزادی سیاسی نباشه، وظیفه هر انسان در هر زمینه که هست فراموش نکنه نگه من تار میزنم فقط. خب تار نه، تو تار باید بزنی. حرف دلت چیه؟ تو آیا آزادی سیاسی رو میپذیری، قبول داری؟ هر کسی مخالفش باشه باش مخالف باشی. بنابراین بی‌طرف ما نداریم. بی‌طرف یعنی بی‌طرفی. اگر من بگم بی‌طرفم یعنی هوادار چیزی هستم که دوست ندارم بگم، یعنی دروغ. حالا سخت این بحث شما با من یاد سن روشنفکر زمانی که انقلاب می‌خواست بشه یا زمانی که مخالفت با شاه بودش، میدونی من برنامه هم اصلا برنامه حزبی نیستش و به هیچ عنوان هم نیست، ولی نمیشه جلوی اسفندیار منفردزاده نشست و این سوالا رو ازش نکرد. بعد اون وقت برمیگردن هم بیننده هم خود اسفندیار منفردزاده میگه از من میتونستن این استفاده رو بکنن، نکردن. یا ملاحظه کردی یا در باشی؟ یک انسانی مثل اسفندیار منفردزاده که آدم روشن فکری هستش، زمانی که وارد خیابون میشه و زنده باد یا مرده باد رو فریاد میزنه، باید بدونه پس قراره چه اتفاقی بعدش بیفته. درست. یعنی قدم دوم چی هستش؟ حالا طرف رفت. درست. پس میدونه کی باید بیاد دیگه. یه مسئله هم ما داریم که قبل از این که چاله رو بکنیم، گفت منار رو بکن. بله. ما منار چاله نکنده منار. اینجوری میشه تعبیر کرد. اما درست میگی شما. یعنی باید ما یعنی میدونستیش خود شما؟ نه، اجازه بدید که خیلی ظریفی نکته. اوکی. چطوری میشه در خفقان من و شما یا هم فکران من و به قول شما بوغرم سبزی میده ها، بله، حالا تعداد چقدر بوده نمیدونم، آیا امکان این بود که ما بریم بشینیم جایی و حرف بزنیم که میخواییم حکومت رو عوض کنیم، بعدش هم میخواییم آقای امیر قاسمی میدونیم؟ میشد این کار کرد؟ میشد طرحی ریخت که فکری کرد که عملی باشه؟ به همین دلیل بود که من میخوام بگم ما در انقلاب، من سیاهی لشکر انقلاب بودم. انقلاب ایران انقلاب اسلامی بود. دو کتاب هست الان، یکیش بعد از 28 مرداد، یکی درست تو سال 42. دو CIA ایجنت نوشتن اینو. من اگه به دست بیارم اینو ترجمهش، من نمیتونم ترجمه کنم ولی این کارو دنبال میکنم که از اسلام در حکومت ایران باید استفاده بشه. ساجد پیشنهاد بوده و فکر دراز مدت بوده. اصلا اینکه من CIA لشکرش بودم. من انقدر الله اکبر گفتم که سلام گرفته بود، ولی من مسلمان نبودم. من فقط اون الله اکبر معنی رد اون حکومت رو میداد. و اینکه چه میخواد بیاد، درست میگی شما، از کجا ما بدونی؟ وقتی ساواک کتاب آقای خمینی رو، همون کتابی که بعد وقتی دست ما اومد نشستیم خوندیم خندیدیم، همون توقیف میشه به جایی که بیاد سریال تلویزیونی ساخته بشه توضیح المسائل عرض بکنه. من چرا این کار کردم؟ توضیح المسائل سانسور شدنی بود، خودشو میخوندی، یه برنامه هفته یه روز، یه برنامه جالب بود که مردم لذت ببره. و این انقلاب نشه، همون یه دونه خونده میشد، ولی اون توسط ساواک جمع شد. و اینجاست که جاذبه و هر چیز ممنوع اینه دیگه، جاذبه ایجاد میکنه. در ایران اگر مثل همینجا شما کتابخونه ها مکتب سوسیالیسم مارکسیسم کتابا تمام هست، میری دانشگاه میگیری میخونی، وقتی یواشکی باشه پنهان باشه جاذبه ده. شما به بچت میگی من میرم سر کوچه میام، نری پشت اون کمدا. پس گفتید آقا فعلا طرف بره تا بعد ببینیم چه اتفاقی. من نگفتم طرف بره. نه، یعنی منظور آقای خمینی تنها کسی بود که گفت شاه باید بره.
من اون موقع حتی وقتی تصویر شاه رو دیدم که گفت صدای انقلاب رو شنیدم، دیدم که با عشق بغض اولین کسی است که این قیام رو داره میگه انقلاب. اولین کسی که گفت انقلاب محمد رضا شاه پهلوی بود. او بود که عقب نشینی نمیدونم آگاهانه ناآگاهانه چی کرد. این عقب نشینی کوچیک نبود تو تاریخ، یعنی پیشروی آقای خمینی. حالا از اینجا محکمتر بگم، محمد رضا شاه پهلوی برای جرائم بسیار کوچکتر، حالا جرم نیست نه، این جرائم آقای خمینی 15 خرداد کاری که کرده بود، ایشون رو اصطلاحاً گفتن تبعید، ولی تبعید یک روحانی به نجف مثل تبعید من میمونه پاریس. من کیف کنم خرجم بدم من اونجا برم در پاریس درس بخونم زندگی کنم. بنابراین آقای خمینی رو اگر بخواست تبعید کنه حکومت سابق میفرستاد به چین که تا 30 سال 15 سال که هر چقدر بمونه زبانش هم نتونه یاد بگیره. پس اون اونجا بورس بود و دیدیم که صحنه ما و چه و چه، یعنی این زمینه اینا اسنادش هست، اینا رو به حال دقیق‌ترش رو خواهیم گفت مناسبش. بریم سراغ اسفندیار منفرد زاده، مثلثی که صحبتش هستش خیلی وقت‌ها. اسفندیار منفرد زاده، بهروز وثوقی، مسعود کیمیایی، این به چه صورتی به وجود اومد؟ همکاری، کار، خود کار. این آیا آشنایی قبلی بود قبل از شروع کار؟ مال شما و مسئول کیمیایی گفتید از کودکی بوده؟ بله درسته، اون بود و خیلی جالب بود دیگه. من والا بگم خنده داره بگم، من مادرم میگفتم باید خونمونو بفروشیم، این تنها خونه‌ای که داشتیم دیگه کوچه دربار، بفروشیم این خونه رو، پولشو بدی به من، میخوام بدم مسئول بره فیلم، بریم فیلم بسازیم. 17 سالمه، یعنی حرف خیلی بچگانه، ولی این عشق تو ما بود و وایسادیم پاش. من یادم نمیره با کیمیایی میرفتیم و فرامرز غریبی میرفتیم پیش سامویا خاچیان، یادش خوش. و دیگه اون تنها کسی بود که تو سینما ایران ما رو پذیرفت و خیلی باهاش دوست بودیم. و یادم که به زور مسعود گفت بی بودیم سینما، دوستاش بره فوتبال سامویا. ایران میگم که با هم بودیم با مسعود خیلی و سعی کردیم خیلی. بهروز وثوقی از خداحافظ تهران با مسعود آشنا میشه. در خداحافظ تهران مسعود دستیار سامویل خاچیکیان بود زندگیات و همونجا با اخوان آشنا میشه که تهیه کننده فیلم خداحافظ تهران بود. خب با بهروز هم که آشنا شده اونجا پروژه بیگانه بیا پیش میاد. خب اون ساخته میشه، شکست اقتصادی و عدم اقبال عمومی باعث میشه که کیمیایی میره سراغ یک بار قیصر و یک چیز درست روبروی اون لحاظ فرهنگی، همه چیز همه چیز اصلا جا. خب این کار اول وقتی موفق شد در واقع بگیم حالا مثلث شکل میگیره، البته ماجیار پرتان بود که فیلم بردار، ولی خب چون اون وای نساد با هم باشیم همیشه، این کار تیمیه دیگه، هرچی بیشتر افراد این تیم با هم باشن هم کیفیت کار بهتره، هم که خیلی خیلی سود داره که بحثش دور میشه از بحث اصلی. این مثلث اگه شروع زدیم ادامه پیدا کرد، نعمت حقیقی بعد اضافه شد بود و این همکاری ها هستش این بود که همدیگر رو نگاه میکردیم. یعنی کیمیایی وقتی یه چیز رو مینوشت بیشترین دقتی که روی نوشته های او خودش مینوشت هم کار خودش بود، دقتی که روش میشد وای که دیگران نعمت من بهروز میخوندیم و گپ میزدیم، تمام اون چیزایی که باید دشمنان کیمیایی بگن دوستاش میگفتن. بنابراین نگاهی میشد بیش از یه نفر، دو نفر خطاش کمتر از یه نفره. این که خوب بود برای کار و نتایج کارم همه دیدند و به هر حال چه فیلمی رو با هم کار کردیم؟ همش بود دیگه، تمام کارهایی که تا گوزت ها آخریش، بله با کیمیایی گوزت ها آخریش، البته سفر سنگ پروژه‌ای بود که آقای کیمیایی وام گرفت از فرهنگونه و من به عنوان گرداننده اون پروژه کمک کردم چون باید نیاز داشت به دستش. و من قرار بود تو اون فیلم کارهای دیگه هم بکنم از جمله موسیقی، منتها آقای بهالو بود فیلم بردار و شاهد هست سر فیلم برداری. من این داستان در واقع سفر سنگ داستان بهزاد فرهانی بود، سنگ و سرنا، که حالا خیلی طولانی میشه بخوام توضیح زیاد بدم. این سنگ و سرنا یک داستان دینی نبود، احساسات دینی تو این نوشته اصلی هست نبود، اما تو سناریو نبود.
سر صحنه دو تا از دوستان حالا صاحب نظر سیاسی که دوستان آقای کیمیایی بودن آمدن و این اثر رو گذاشتن. من فهم میکنم تا همینجا کفایت میکنه و چون موضوعم از همینجا در حقیقت آغاز میشود، اجازه بدید که این را همینجا نگه داریم و بریم ادامهش رو در هفته آینده با هم دنبال کنیم. عرض کردم که به خاطر شرایط و اینکه قرار است در ایران سری کارهای موزیک در حقیقت فیلمای کیمیایی که غالبا به وسیله آقای منفردزاده ساخته شده در یه تالاری در تالار وزارت کشور ظاهرا قراره که برگزار بشه و اینه که فکر کردیم که و موضوعات حاشیه‌ای و بحثایی که تو همین تلویزیون شد و درخواستی که آقای منفردزاده کرده که از رفیقش که آقا رفیقیم با هم دیگه ولی کار منو پخش نکن، من نمیخوام کارمو پخش کنی اون جانیا بیان بشینن کار منو نگاه کنن، من برای اونا کار نکردم. فهم میکنم ما یه چند جلسه ای جمعه ها ساعت اول برنامه رو به این اختصاص بدیم. امروز تعمدن یه قدری دیرتر شروع کردیم به خاطر اینکه جلسه اول بود و بعضی از دوستان از ما پرسیده بودن که این کی میشود، برشون ایمیل کرده بودم گفتم شاید آماده نباشن یه قدری دیرتر، ولی این رو براتون پخش کردم ببینید و ببینیم اوضاع چیست، چه میگذرد پیرامون ما. امیدوارم که اینا به ما کمک کنه. همینجا نگه میداریم میریم تا جمعه آینده که بقیه این داستان رو با هم دنبال میکنیم. شاد و سربلند باشید. ممنونم از شما. و اما